بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نام و یاد الله متعال زینت بخش هر مجلسی هست. با نام او برنامه دیگر از مجموعه برنامه شقایق را آغاز می‌کنیم و به رسم ادب و به پیروی از رسول هدایت محمد مصطفی صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین بهترین سلام‌ها و درودها رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و گرامی می‌کنیم. سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. سخن از مقام والای انسان و شرافت انسانیت سخن و موضوعی است که بر کسی پوشیده نیست، اما از اونجایی که بسیار بسیار حائز اهمیت، گهگاهی نگاهی به این موضوع با گستردگی ابعادی که داره به ما کمک میکنه که نگاهی درست و دقیق به زندگی و مفهوم زندگی و ارزش‌های زندگی داشته باشیم. از منظر جایگاه والایی که نظام خانوادگی در اسلام داره، توجه به ارزش‌های انسانی و شرافت و کرامت انسانی بسیار حائز اهمیته و بر همین اساس هست که درک مقام والای انسانیت به انسان کمک می‌کنه که نگرش دقیق و درستی نسبت به نظام خانوادگی داشته باشه، و دلیلش هم یک موضوع کاملا آشکار و واضح هست و اون این که خانواده مرکب از مجموعی از انسان هاست که بر اساس یک پیوند مبارک در کنار هم قرار گرفتند و مجموعه ای مبارک و خجسته به نام خانواده رو تشکیل دادند. الله متعال در بیان مقام والای انسانیت بیان فرموده که کرامت و شرافتی به انسان داده که او رو بر بسیاری از مخلوقاتی که آفریده برتری بخشیده. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا. به راستی که بنی آدم، فرزندان آدم، آدمی زادگان رو کرامت بخشیدیم و خشکی و دریا رو براشون مسخر کردیم و اینها رو در راه‌های هموار و مسخر شده دریا و خشکی به حرکت درآوردیم و بهشون رزق و روزی دادیم. و شاهد موضوع اینجاست که وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، و انسان رو بر بسیاری از مخلوقات برتری بخشیدیم. انسانی که مرکب از دو بخش بسیار مهم و اساسی است، موجودی مرکب از جسد و روح. به همین خاطر هست که ما در وجود انسان غرایز و نیازهایی می‌بینیم که با غرایز و نیازهای سایر موجودات و حتی حیوانات مشترک هست، و از سوی دیگر کمالگرایی می‌بینیم که انسان رو از جنس مرغ باغ ملکوت قرار میده. به عبارتی دیگه ویژگی‌هایی در انسان هست که او رو جزو بندگان مکلف الله متعال قرار میده و نتیجهش این میشه که در جهتی حرکت میکنه که چه بسا فرشتگان الهی در اون چارچوب و بر اساس همون هدف آفریده شدند و الله رو عبادت و پرستش میکنند. و بر همین اساس هست که الله متعال بیان میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان ها و جن ها رو نیافریدم مگر برای اینکه من رو عبادت بکنم.
همه این مطالبی که خدمت شما بزرگواران عرض شد رو در کنار هم که قرار بدیم به یک نتیجه کلی و اساسی و بسیار مهم میرسیم و اون این که شرافت و کرامت انسانی مقدمه است بر این که توجه داشته باشیم نظام خانوادگی در اسلام جایگاه والایی داره و وقتی که حکمت و هدف آفرینش انسانها با اون مقام والاشون رو مورد توجه قرار میدیم، اونطوری که در سوره مبارکی زاریات اومده که هدف و حکمت آفرینش جن و انس عبادت الله متعال هست، با در کنار هم قرار دادن همه این مسائل و نگاهی به ترکیب مرکب انسانی که مرکب از جسد و روح است، نتیجه این میشه که خانواده خوشبخت، خانواده سعادتمند به معنای دقیق کلمه و خانواده‌ای که در مسیر رهنمود الهی و در شاهراه هدایت گام برداشته، سعادتمندترین جنس و نوع خانواده بشری است. چرا که حرکت او، تلاش او، زندگی او، فعالیت‌های او و ریز و درشت زندگی او متناسب با فطرتی است که الله متعال انسان رو بر اساس اون سرشته و در عین حال این انسان در مسیری حرکت کرده در چارچوب ارزش‌های خانوادگی و نظام خانوادگی خودش که الله متعال به روشنی فراروی او قرار داده، نه به صورتی مبهم و پوشیده که به صورتی واضح و کاملا روشن با الگوهایی که انسان در این زمینه در اختیار داره که در رأس این الگو رسول خدا صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین هستند. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة، به تحقیق که برای شما در رسول خدا صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین سرمشقی بس نیکو وجود داره، به این معنا و مفهوم که در هر بودی از ابعاد زندگیتون که از اون بزرگوار الگو برداری بکنید سعادتمند و رستگار خواهید بود و زندگی رسول خدا صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین این تنوع رو در بود بشری و انسانی داره که از هر منظر و زاویه‌ای که به زندگی و حیات مبارک اون بزرگوار نگاه میکنیم درس‌ها و آموزه‌هایی در خودش داره که به انسان کمک میکنه با آموختن این درس‌ها و با عمل کردن به این آموزه‌ها در مسیر سعادت و رستگاری گام برداره. محمد و رسول الله صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین به عنوان فرزند، به عنوان همسر، به عنوان پدر، به عنوان قوم و خویش یه عده دیگر از مجموعه انسانی و به عنوان فردی که در یک جامعه بشری با همه امکانات، چالش‌ها و فراز و نشیب‌هاش داره زندگی می‌کنه، همه این ابعاد از رسول خدا صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین و قطعاً به خواست و اراده الله متعال برای ما یک الگو می‌سازه که بسیاری از این رفتارها و عملکردهای نبوی در نظام خانوادگی تعریف میشه و بر همین اساسه که این نکته بسیار بسیار حائز اهمیت قرار میگیره که این پیامبر رحمت و این الگوی هدایت محمد مصطفی صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین که الگوی مسلمون ها و الگوی مقتدیان بون بزرگوار هست، الگوی کسانی است که با ایمان به الله و آخرت از اون بزرگوار الگو برداری می کنند و به او تأسی می جویند، در یک نظام خانوادگی یک شکل بسیار مشخص و روشن از برنامه سعادت فراروی بشر قرار می ده. نکته ای که در این بین بسیار بسیار حائز اهمیت اینه که الله متعال از همسران رسول خدا صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین با عنوان مادران مؤمنان و امهات المؤمنین یاد می کنه. و این اشاره است به نظام خانوادگی الگویی که فراروی خانواده مسلمان هست که بانوان و زنان این خانواده مادران این مؤمنان هستند. دقت بفرمایید، یک انسان چه نگاهی به مادر خودش داره و چگونه رفتاری با مادر خودش داره،
اثرپذیری یک انسان از درس‌ها و آموزه‌های مادرش یا آنچه که از مادر خودش یاد می‌گیره، از مادر خودش می‌بینه، از مادر خودش می‌شنوه چطور و چگونه است. حال می‌بینیم که الله متعال از همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین در آیه 6 سوره مبارکه احزاب با عنوان مادران مؤمنان یاد میکنه و ازواجه امهاتهم، و همسران محمد صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین مادران مؤمنان هستند. به عبارت دیگه جامعه اسلامی و کسانی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین ایمان آوردند و از اون بزرگوار الگو برداری میکنند در یک نظام خانوادگی تعریف میشند، اون هم در سیاقی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین به عنوان بزرگ و سرآمد این جامعه یاد میشه. قبلش الله متعال میفرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشون اولویت بیشتری داره، و بلافاصله میفرماید و ازواجه امهاتهم، و همسران محمد صلی الله علیه و آله و سلم، همسران این پیامبر بزرگوار، مادران مؤمنان هستند. و همین عبارت قرآنی از کلام رب العالمین یک درس و مفهوم بسیار بسیار عالی و متعالی از نظام زندگی بشری یا در رابطه با نظام زندگی بشری در خودش داره، و اون این که انسان برای انسانی زندگی کردن، انسان برای سعادتمند زندگی کردن در نظام خانوادگی خودش، انسان برای گام برداشتن در مسیر سعادت و رستگاری، انسان برای خوب بودن برای خودش، انسان برای خوب بودن برای دیگران یک الگوی کامل اجتماعی و خانوادگی در اختیار داره. الگوی خانوادگی پیامبر اسلام محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین. و بر همین اساسی که می‌بینیم الله متعال بر اساس حکمت خودش همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین، به ویژه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها رو سبب و وسیله قرار میده برای نقل روایت‌های مربوط به زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین. و بر همین اساس هست که مادر بزرگوارمون عایشه صدیقه عفیفه طاهره مطهره رضی الله تعالی عنها و ارضاها، این بزرگوار زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین رو در قالب روایت‌ها و احادیثی که از اون بزرگوار نقل می‌کنند در اختیار ما قرار می‌دهند، و این یعنی ما یک الگوی عملی از زندگی برای درست زیستن و برای درست حرکت کردن و برای قرار دادن خانوادهمون در مسیر سعادت و رستگاری در اختیار داریم، و اون زندگی رسول خدا صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین هست. اگر به ابتدای عرایض بنده برگردیم و قدم به قدم با هم پیش بیایم، میتونیم یک جمع‌بندی بسیار دقیق و یک نگاه بسیار پراندیشه و تأمل نسبت به این موضوع داشته باشیم که چرا رسول خدا صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین از این خبر دادند که من برای خانواده‌ام بهترین هستم و انا خیرکم لأهلی. بارها درباره این حدیث سخن گفتیم و در چارچوب نظام خانوادگی از ابعاد مختلف با رویکردهای متفاوت کوشیدیم که آنچه رو که از فضائل و ارزش‌ها درباره نظام خانوادگی در این حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین وجود داره استخراج بکنیم، استنباط بکنیم، بیرون بکشیم و بهش توجه داشته باشیم، و از این رهنمودها و درسها بر اساس سنت نبوی درباره نظام خانوادگی استفاده بکنیم. اما از این منظر که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین فرمودند و انا خیرکم لأهلی، من بهترین شما در تعامل و رفتار با خانواده خودم هستم،
یک مسئله بسیار اساسی و مهم و بزرگ در خودش داره و اون همون درون مایه و بنمایه بحث مورد نظر ما در این برنامه است. نظام خانوادگی الگو، نظام خانوادگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین، ریز و درشت رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین با اعضای خانواده. چون خانواده فقط شوهر بودن نیست، چون خانواده فقط زن و همسر بودن نیست، چون خانواده فقط فرزند دختر یا پسر بودن نیست، چون خانواده مجموعی است مرکب از همه نقش هایی که هر یک از اعضای خانواده میتونن داشته باشند. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین در نظام خانوادگی الگوی خودشون هر یک از این نقش ها رو به روشنی برای ما تبیین کردند، بر اساس اینکه اون بزرگوار الگوی اهل ایمان و باورمندان به الله و آخرت هستند و بر این اساس که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین فردی از نوع بشر هستند، از بطن و میان جامعه بشری برخواستند که الله متعال ایشون رو گلچین فرموده، ایشون رو انتخاب فرموده، ایشون رو برگزیده با یک رسالت و پیام واضح و روشنی که به روشنی و بدون هیچ کسر و کمبودی به تمام و کمال به مخاطبان خودشون ابلاغ فرمودند. و اینجاست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین از نظام خانوادگی خودشون با اون میمنت و خجستگی که در خودش داره، از حیات مبارک خودشون که بخشی عظیمی از اون رو نظام خانوادگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین در نقش‌های مختلفی چون شوهر، پدر و مشفق و دلسوز خانواده ایفا میشه و اون بزرگوار هر یک از این نقش‌ها رو به روشنی انجام میدن، نظام خانوادگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین با تعدد و تنوع نقش هایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین درش دارند، فراروی جامعه انسانی و اسلامی قرار میگیره تا با الگو برداری از این نظام خانوادگی سعادتمند و الگو در جهت ایجاد یک خانواده سعادتمند و خوشبخت گام بردارند. امیدوارم که الله متعال به یکایک من و شما این توفیق رو عنایت بکنه که بتونیم با الگوبرداری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین یک زندگی خوب و سعادتمندانه برای خودمون و برای اعضای خانوادهمون به توفیق رب العالمین رقم بزنیم. بسیار ممنون و سپاسگزارم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. الله متعال شما رو در حفظ و پناه خودش قرار بده. الله نگهدارتون.